خب سلامت، تو چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من شایان، اومدیم با یه دونه ویدیو شبیه سازی پرواز دیگه. تو این ویدیو پرواز شرکت هواپیمایی قشمیر از سمت جزیره قشم، فرودگاه قشم به سمت شهر تهران و فرودگاه مهرآباد هست که آب و هوای قشم مناسبه و آب و هواش تقریبا میشه آفتابیه، مقدار ابریه، ولی آب و هوای تهران بارونیه و میشه گفت مقدار طوفانی و باد شدید هم توش هست. در نتیجه مطمئن ازش لذت میبرید. تایمش هم حدود تایم خیلی صبح زوده و فکر میکنم تایمش حدود 6 خورده یه صبح هستش که خورشید تازه طلوع کرده و کلا خیلی فضای خیلی باحالی داره، چیل مود باحالیه. امیدوارم که ازش لذت ببرید. بچه من توضیح هم بدم در مورد ساخت ویدیو که میگی دیر ویدیو رو میسازی اینا، یه یعنی مقدار طول میکشه میدونید، چون یک روز زمان میبره که تو من بخوام پرواز شبیه سازی شده رو ریکوردش کنم، ضبطش کنم و روز بعد بشینم ادیتش کنم، یه سری چیزاشو حذف و کم کنم و یه چیزی بهش اضافه کنم. کلا میشه گفت سیکل زمان بریه، برای همین ازم ناراحت نشی، سعی میکنم بیشتر ویدیو بذارم، دوستتون دارم. یه نکته دیگه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر که دوست دارید ویدیو آینده رو ببینید و از دست ندید، حتما کانال دنبال کنید، لایک همیشگی یادتون نره که خیلی به انرژی مثبت میده، و اگر خواستید حمایت کنید و یا از طریق دیسکورد با من در تماس باشید، لینک زیر ویدیو رو میتونید ازش استفاده کنید. دوستتون دارم، بدون هیچ دیگه فاصله بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، همونطور که میبینید اومدیم به فرودگاه OIKQ که میشه فرودگاه قشم، و اینم ایرباس 320 نیو هستش که برای شرکت قشمیره با کد EPFQK، و بریم داخل کاکپیت. اول یه نمای کامل از این هواپیمای جذاب ببینید بچه ها. این لیوری رو من باید تشکر کنم یکی از دوستانی که تو دیسکورد بود به اسم محمد، اگه اشتباه نکنم ایتی، اگر اشتباه نکنم اسمشون رو درست گفته باشم، مرسی که این لیبریو به من نشون دادن و من هم ازش استفاده کردم. خب بچه ها رو باتری ها رو روشن کردیم جفتشو و گراند سرویس گراند میشه گفته فرکانس گراند رو تنظیم میکنیم رو رادیو. بسیار عجیبه که اینجا فرکانس گراوند ندارن، یعنی انگار اصلا فرودگاه گراوند سرویسز نداره، حالا خیلی عجیبه. خب ما چون اکسترنال پاور اویلیبل بود در دسترس بود، ما اکسترنال پاور رو فعال کردیم. خب من فرکانس های دیگر هم چک میکنم، همچین چیزی وجود نداره متاسفانه. بذارید ما برج رو ببینیم میتونیم بگیریم. IFR کلیرنس رو از برج درخواستش رو میدم ببینم. تهران سنتر کشم ایر 1234 IFR تو مهرآباد ریدی تو کپی. خیلی جلوی برج تهران داریم تماس میگیریم. مینتین 12000 پا فرکانس دیپارچر رو بهمون داد. خب من 12000 پر تنظیم کردم، تایید کنیم وای فارو. کلیرنس همون هم فقط 30 دقیقه از الان مهلت داریم. خب بچه من پمپ رو روشن میکنم، پمپ انجین و ایپیو، همین پمپ روشن شد، ریدبکمون کارکت بود، ای پیو روشن میکنیم، ای پیو مستر سویچ، استارت و ای پیو بلید. هنوز هم هیچ فرکانس گراوندی نداریم. ای تیس فرودگاه رو یه اطلاعاتی ازش بگیریم. خب تو ارتفاع 1000 پایی و ارتفاع فکر میکنم 4000 پایی دو لایه ابر میشه گفت مختلف داریم که یک پارچه هم نیستن، بینشون فاصله هست،
خب بچه من موتور دو رو استارت میکنم، ای پی روشن شد، میبینید که موتور شماره دو شروع کرده اسپین. این که این لیوری چقدر جذاب طراحی شده و حتی بلید های موتور هم دقیقا به رنگ نقره ای خیلی براقن، فوق العاده زیباست. فرگاه قشم هم میبینید که خیلی جذابه. خب من بازم اینجا نمیبینم فرگانس گراوند رو برای درخواست دادن به پوشبک، در نتیجه ممکنه نیاز داشته باشیم که از ریورسر استفاده کنیم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، فعلا که نیست. خب اشکال نداره، موردی نیست. بذاریم تا موتور دو به آیدل برسه. خب صدای هیدرولیکار هم داریم میشنویم، موتور یک رو هم استارت کردم من. یه نمای کلی بچه ها، ما پارکینگ آخری هم هستیم، انتهایی هستیم و میشه گفت دقیقا ابتدای باند هستیم و نزدیکترین مکان به باند، که خیلی کارمون رو راحت میکنه و نیاز به تاکسی هم زیاد نداریم، فاصله خیلی کوتاه. خب میبینید که میزان مصرف سوختمون رو داره به اون مینویسه و دمای موتورها، تانکای سوخت، تانک وسطی صفر هست و تانکای اطراف بیشتر سوخت داخلشون دارن. کراسفیدمون هم آف هست فعلا. من رو انانس تست تاکسی کلیک میکنم ببینم که مسیر تاکسی به اون میده. خب ما انانس کردیم تاکسیمون رو. بچه من دیگه ای پی رو خاموش میکنم، اکسترنال پاور هم قطع میکنم و باتری رو خاموش میکنم چون جفت موتورها به دور آیدل رسیدن و اوکی، مشکلی نداره. هم بلید ازشون داریم، هم جنراتورشون دارن برق رو تولید میکنن. بکنم میتونیم شروع کنیم. بچه من اینجا هیچ، با اینکه تاگ هست یعنی پوشبک تاگ رو من دارم میبینم، ولی هیچ گزینه واسه پوشبک نیست، نتیجه من فکر کنم مجبوریم از ریورسر رو استفاده کنیم که این اصلا معمول نیست و حتما از پوشبک استفاده میشه، ولی خب چون اینجا مشکل داره باگ هست و اینجور چیزا دیگه من مجبورم که این کار رو بکنم. خب همونطور که تو ایتیز شنیدید آب و هوای فرگاه قش فعلا اونچه، یه دو لایه ست ابر مختلف داریم که میشه گفت فراکندگیش هم نسبتا زیاده و خیلی منسجم نیستن، ولی فرگاه مهرآباد تهران یک مقدار آب و هواش خرابه و یه مقدار حالت طوفانی و بارونی داره که یه مقدار لندینگ و واسه همون یه مقدار میشه گفت سخت میکنه. بعد ببینیم که در طول مسیر چجوری میشه هوا و طبق اون تصمیمات رو بگیریم. خب من روی ابتدای باند میستم. خب همه چی درسته، اوتو تراتل فعاله، اسپید بریک رو فعال کردم و فلپس روی گزین یک میذاریم. فلای دایرکشن هم فعال میکنیم. خب آماده این واسه تیک آف، فول تراست جفت موتورا، ماکسیموم تراست. یک مقدار من با رادر مسیر خودمون رو روی باند سعی
میکنم حفظ کنم. روتیت گیرز آف. محل زیبایی هم از فرودگاه قشم. خب من اتوپایلوت یک رو فعال میکنم و تروتل روی سیل قرار میدم، همینطور ارتفاع اونم رو 12000 با تنظیم میکنم و ورتیکال اسپید اونم روی حدود 2500 فیت پر مینت یا اون پا در دقیقه تنظیم میکنم. سرعت اونم حدود 250 نات تا زیر 10000 پایی و بعد از اون میتونیم سرعت رو افزایش بدیم. فلایت دایرکتور هم غیر فعال کردیم. خب ما ارور اوور اسپید داریم. آها درسته، من فلپس رو فراموش کردم برگردونم، ریکس بکش کنم. فلپس برمیگرده. خب تو هواپیما مسیر رو بگیره، یک مقدار زمان میبره. نمو جذاب از این هواپیما. و محوطه باحال بالای فرودگاه قشم و این هم فکر میکنم همین دقیقا ابری هست که تو ایتیسپان گفت. یه فاصله بین حدود چند هزار پایی دو لایه ابر مختلف داریم که البته مشکلی نیست. یه مقدار ممکنه باعث توربولنس بشه ولی به نظر من فعلا مشکلی نداریم. نیاز به رادار هواشناسی فعلا میشه گفت نداریم، ولی بعدا رادار هواشناسی را من فعال میکنم تا یه بررسی جزئی داشته باشیم. اگه نیاز داشته باشه یک مقدار هدینگرمون رو عوض کنیم تا از آب و هوایی که یک مقدار تلاطم داره دورتر شیم به خاطر هوا. و من ورتیکال اسپید روی 3000 پا در دقیقه فعالش میکنم، مقدار زودتر ارتفاعمون بالا بره. نمو جذاب، اشتباه نکنم نمو هم نمای جنگل‌های هراس تو قشم، اگه اشتباه نکنم فوق‌العاده جنگل‌های جالب و جذابی هم. خب ارتفاعم به 10000 پا رسید. من با برج تهران در ارتباط باشم. تهران سنتر کشم ایر 1234 is climbing through 10300 feet for 12000 feet. تهران وضعیت کردیم به برج تهران. Altimeter 29, decibel 92 که ست شده. چه نمای زیباییه. خب بچه من این بار سرعتم رو بالاتر میبرم به حدود 320 نات. ما ارتفاع 10000 پا رو رد کردیم و میتونیم برای اینکه این مقدار سریعتر مسیر رو طی کنیم این اجازه رو داریم که سرعتمون رو تا 320 نات بالا ببریم. خب الان از طریق برج بود در دستور دادن که تا ارتفاع 18000 پایی افزایش بدیم ارتفاع رو، ارتفاع 18000 پایی تنظیم شد، ست شد. ورتیکال اسپید 3000 پا در دقیقه.
برای اینکه کلایم ریت خیلی شدیدی نداشته باشیم. خب من ADF و ویور رو روی جی پی اس یک فعال کردم و الان هم رادار هوایی رو فعال میکنیم ببینیم که چگونه است. خب میبینید که لک های قرمز رنگی میشه گفت داریم که اونها باید کلن اویدشون کنیم، ازشون رد نشیم. لک های زرد و سبز میشه گفت اپرایی هنگی کمتر تراکم دارن، هیچ مشکلی نداره، باعث خیلی تکونان شدید نمیشن. لک های قرمز رنگ، بنفش رنگ و سیاه رنگ که رو نقشه در نهایت به وجود میان رو اصلا نباید داخلشون شد و حتما باید با برج در ارتباط بود تا اونجایی که میشه هدینگ رو عوض کنید تا داخلشون نرید. نمایی بسیار جذابی هست، ارتفاعمون داره به حدی بالا میره که از سطح دوم هم داریم میریم بالاتر. ارتفاع حدود 16000 پا تا الان. خب بچه‌ها بعدشو میریم، من مسیر کروز رو طی میکنم تا بریم واسه یه لندینگ در فرودگاه تهران و آب و هوای تهران. دوستان برگشتیم، مسیر کروز رو طی کردیم، حدود فکر میکنم 40 خورده دقیقه طول کشید یا حدود 50 دقیقه. الان که میبینید داریم ارتفاع رو کم میکنیم، از حدود 38000 پا ارتفاع هم رسید به 31000 پا و تا 22000 پا ارتفاع رو داریم کم میکنیم. بچه ها تایم روز ادامه دار هست و الان غروب نیست، ولی خب چون سطح ابری که وجود داره تو منطقه بالاتر است انگار که غروب، ولی در صورتی که دقیقاً مثل میمونه که خورشید داره دقیقا طلوع میکنه، نه غروب، نه تایم طلوع خورشیده. خب فرکانس برج تهران تنظیم میکنیم،
استورم رو آن قرار میدیم، داریم وارد آب و هوای طوفانی میشیم تقریبا. وینگ رو آن باشه، نب و لوگو رو آن باشه. خب من آنتی آیس موتورها، وینگ و یعنی باله و شیشه ها رو روی آن قرار دادم تا یخ نزنه و آمادگی کامل واسه وارد شدن به این آب و هوای یک مقدار ترسناک رو داشته باشیم. موتور هم روی ایگنیشن continuously ignition میذاریم، یعنی روی جرق زنی دائم، برای اینکه اگر مقدار آب ورودی به موتور زیاد شد موتور فلیم اوت نکنه و خاموش نشه. از داخل رادار هوایی هم میتونید ببینید که چقدر این ابرا تراکمشون بیشتر هست و باید خیلی حواسمون جمع باشه که تا مسیر اشتباه نریم. خب ما به فرودگاه مهراب داریم نزدیک میشیم و فاصله‌مون هم خیلی نیستش. منتظریم که ارتفاعمون کم بشه و وارد توده اول بشیم. بچه‌ای که میخوان خودشون پرواز داشته باشن حتما فراموش نکنن که تو آب و هوای بارونی آنتی آیس رو حتما روشن کنن، چون ارتفاع خیلی بالایه و دما خیلی پایینه، توده یخ روی شیشه های جلو موتورها و روی بالا به وجود میاد که باعث افت پرفورمنس هواپیما میشه و ممکنه حتی مشکلات خیلی خاص برای موتورها و آرودینامیک هواپیما به وجود بیاد. من سرعت رو یکم افزایش میدم تا قبل از اینکه وارد به محدوده بشیم تا اینکه بتونیم سریعتر ازش خارج بشیم. 320 نات سرعت رو قرار دادیم. هم نمای خارجی نته دیگه، تقریبا وارد محدود ابراهیم. موتور تراسشون افزایش پیدا کرد. من رنج روی سر کمتر میکنم. میبینید که چه مقدار ابر متراکم دست جلوی ما. خب فکر میکنم دیگه وارد توده ابر شدیم. تقریبا به یه تاریکی داریم فرو میریم، چون غلظت ابرهای بارونزا خیلی زیاده و نور خورشید کمتره. خب من ارتباطم با برج تهران حفظ بکنم. تهران سنتر کشم ایر 1234 فلایت لیول 220. کشم ایر 1234 تهران سنتر کنتینیو تو باکسم از پلاند. خب به ما میگه که ادامه مسیر رو برید. من وایپر رو روی حالت استو میذارم. بچه ها وایپر رو تا موقعی که ارتباط رو به مقدار کافی کم نشده و سرعتتون پایین نیامده باشه فعال نمیشن، بذارید اتوماتیک فعال میشن که باعث دید بهترتون میشن توی بارون. 12,000 فیت قشمر. Descend and maintain 12,000 feet Kashmir 1234. خب داریم باز کاهش ارتفاع میدیم تا حدود 12,000 پا. سرعتمونم در همون حد نگه داشتیم برای اینکه سعی کنیم سریعتر از این توده هوا خارج بشیم. من وایپر رو حالت فست میذارم تا در صورتی که ارتفاعمون به 12,000 پا رسید وایپرها وارد عمل بشن و دید کافی رو بهمون بدن. میبینید که داخل محیط ابر چقدر جالبه. این هم از رادار هواشناسی. رو رنج 10 یا 40 یا بالاتر تراکم خیلی خیلی شدیدی داره. منتظر میشیم که تا از توده ابر بارونزا رد بشیم و ارتفاعمون پایین‌تر بیاد. من همش دارم وضعیت موتور رو چک میکنم که فلیم اوت نشن، چون آب و هوای خیلی میشه گفت متراکم میداره و پر از آبه این ابرا.
و وقتی موتور واردش میشن ممکنه به علت حجم زیاد آبی که واردشون میشه فلیم اوت کنن، که البته ما اگنیشن روی کانتینیوسلی گذاشتیم و دائم داره میشه گفت شمای موتور جرقه زنی رو ادامه میدن که موتورها فلیم اوت نشن. میبینید که ما یک مقدار از سطح بالایی اومدیم پایین و چه منظره بسیار جذابیه. خورشید رو هم سمت راستمون داریم. خب من رادار هواشناسی آف میکنم، چیز خیلی مهمی نیست، آب و هوا اوکیه. خب بچه ها مقدار سرعتمون رو کمتر میکنم تا حدود 290 نوت. خب ما ارتفاعمون تا 12000 پا رسید، یک مقدار درایتنس رادار و جی پی اس رو کمتر میکنیم. سرعت اون رو دوباره افزایش میدیم. جزئیاتی که رو زمین هست کامل. خب منتظر میمونیم تا برج درخواست، یعنی اجازه دیسند بیشتر به ارتفاع پایین‌تر رو بده. فکر میکنم این بعد قله دماوند باشه اگه اشتباه نکنم دوستان. ارتفاعش خیلی بالاه، بالاتر از 3000 متر میشه الان فکر میکنم. ما الان ارتفاع بالاتر از 3000 متر حدودن، هر 10000 پا اگه اشتباه نکنم حدود 3000 متره. ما الان بیشتر از 3000 متریم، پس فکر میکنم اون قله دماوند بود. خب سرعتمون تا 340 نات بالاتر میبریم که سریعتر اپروش کنیم. سرعتمون به ماخ یا همون مک نامبر 0.621. Cashmere 1-2-3. ارتفاعمون رو باید 6100 کاهش بدیم. من درخواست رو اکنالج میکنم. Climb and maintain 12,000 feet. Expect ILS runway 29 or left approach via Victor Romeo transition. Clear to Victor Romeo. ILS 29 left. اگه اشتباه نکنم باند 29 سمت چپ هست. من اکنالج میکنم. درخواست به اشتباه داره برج بمون درخواست افزایش ارتفاع میده که ما اینو ایگنور میکنیم. میدونیم که مشکل ATC هستش و الان افزایش ارتفاع غیر منطقیه. کلن کلنج 20 مایل فرودگاه. خب تغییر فرکانس بدیم برای اپروچ. 125 دسیبل 1. کانتاکت اپروچ کشمیر 1234 is at 11100 feet climbing 12000 feet.
1234 approach continue to Victor descending Romeo 6,150. خب ارتفاع اون داره کاهش پیدا میکنه. الان وارد محدوده 9000 پایی شدیم. میبینید که داریم دوباره وارد محدوده بارانزایی ابرا میشیم و این دفعه به شکل کلا قطرات باران نمیبینیم چون ارتفاع دیگه پایینی هست. خب ATC داره به اون میگه که ما این مقدار ارتفاع اون از اون چیزی که به اون گفته شده کمتر هست که مشکلی نداره چون باگ ATC هست و تو این فاصله از فرودگاه 12000 پا رو حفظ کردن واقعا میشه گفت اشتباه خنده داره چون ما فاصله خیلی کمی تا فرودگاه داریم به حدود 20 ناتیکال مایل که میشه گفت اگه 12000 پا ارتفاع داشته باشیم اصلا نمیتونیم اپروش رو شروع کنیم و خیلی ارتفاعم زیاده. در نتیجه ما این پیامو ایگنور میکنیم کلن. میبینید میتونید ببینید مسیر اپروشمون رو یه حالت نیم دایره مانندی داره. کی به سپید بلو 220. خب ما ارتفاعمون یک مقدار فکر کنم بذاریم بیشتر باشه بهتره. میبینید که بچه بارندگی شروع شد. ما ارتفاعمون تا 6100 پایین آوردیم. پایم اکنالج کنیم. Climb and maintain 8,000 feet. Keep speed below 220 knots. Kashmir 1234. باز داره برج ما درخواست افزایش ارتفاع تا 8000 پایی رو میده که باز هم عقلانی نیست تو این فاصله. نیگنور میکنیم. بارندگی شدید شروع شده. مشکلی هم نداریم. موتور روی کانتینیوسه. همونطور که میبینید دور موتور هم افزایش بده کرده. من یک مقدار نور صفحه بالایی رو بیشتر میکنم. بارندگی شدید روی شیشه میتونید ببینید. وایپرها رو آف کردم. برف و گونه خاموش شد فعلا چون فعال نمیشه تا ارتفاع کمتر روش داره تا منم کاهش بده کنم. خب یه نمایی از شهر کم کم داره مشخص میشه. بله میبینیم که مقداری از تهران رو میشه دید جنوب تهران. ATC دوباره درخواست افزایش ارتفاع به 7700 فیت یعنی 7700 پا داره ولی باز غیر عقلانیه و اگنور میکنیم. Climb and maintain 7700 feet Kashmir 1234. Kashmir 1234 you are 12 miles south of Mirabad. Contact tower on 1. سرعتمون رو کاهش میدیم به حدود 200 نات. و فلپس رو روی یک قرار میدیم. اپروش کلیرنس رو تایید میکنیم. با تاور مهربا تماس میگیریم. الان وضعیت
لاین 29 سمت چپ کلیر هست و آماده لندینگ. بارندگی شدید دوباره شروع شد. من رنج رو به مینیمم و 10 نازیک آرمان کاهش دادم که ببینم چه اتفاقی داره میفته. وایپرام روی فست قرار میدم. بارندگی شدیدیه. حدود میشه گفت باد رو از سمت غرب داریم. فلپس بالت 2 تغییر کرد و سرعتمون رو 180 نات کاهش دادیم. ارتفاعمون فعلا ثابته. خب صبر میکنیم تا هواپیما به کورس اصلی برگرده دوباره. خب هواپیما میشه گفت داره به کورس اصلی برمیگرده. سرعتمون رو دوباره کاهش میدیم به حدود 160 نات این دفعه و فلپس رو حالت سوم یا لندینگ قرار میذاریم. هنوز از توده اپ خارج نشدیم. رادار ترینم نشون میده که مشکلی نیست. خب به خاطر ارتفاعی که تو بلندای کوه هست خب مشکلی نداریم از نظر ارتفاع با سطح تپه‌ها و کوه‌های اطراف. مناسب ارتفاعمون. خب برای آخرین بار سرعتمون رو پایین‌تر میاریم. خب میشه گفتش که دیگه تقریبا فرودگاه مهرآباد روبروی ماه. ارتفاعمون پایین تر اومده. شهر رو میتونیم به راحتی ببینیم. شرق تهران رو. وایپر روی حالت اسلو. بار بارندی کمتر شد. آماده میشیم برای لندینگ.
با تماس سمت غرب در حال وزشه. فکر میکنم یک کراسیویند ریزی هم میخوریم. خب سرعتمون رو تا 145 نات کاهش میدیم و اپروچ رو روشن میکنیم. اتوبریک رو حالت لو قرار میدیم و نمای شهر تهران هوب لندینگ گیر داون و لندینگ سیستم هم روشن میکنیم تا توی جی پی اس بهمون نشون بده. و هورایزن سرعتمون فعلا مناسبه. نمایی از بالای عقب سرعت اون رو 140 نات کاهش میدیم. فلپس فول پیام رو اکنالج میکنیم. فرکانس رو فکرم تغییر داد. بله فرکانس اپروش تغییر کرد. آماده هستیم برای لندینگ. چکلیست لندینگ انجام شده. همه چیز سر جای خودشه. فرودگاه قلعه مرغی رو میتونید ببینید سمت چپمون. ارتفاع مناسب هست. هواپی ما گلاید رو گرفته. دوباره بارندگی شروع شد. میگم بارندگی به حالت پراکنده مقدار هستش. نمای شهر تهران 1000 استیبلایزد کانتینیو. خب وایپر رو خاموش میکنیم. دیگه بارن دیگه قصد شد دوباره. بریم برای فاینال. خب موتور رو به حالت آیدل و بعد به حالت ریورس در میان. جفت موتور رو 45% تراست ریورس و اسپید بریک همی که میبینید فعال شده. این ماشین ده چیکار میکنه؟ خیلی عجیبه. ای آی خنگی داره این بازی مثل این که. و یه ماشینی ون وسط لندینگ رانوی بود. خب من تجهیزات بالت و اولیه برگردوندم. این که لندینگ فوق العاده خوبی هم داشتیم توی ناب و عبو. و میشه گفت برج میلاد هم از این فاصله معلومه یه مقدار. بله ببینم. بله برج میلاد هم میتونید در انتها ببینید. خب
خب ما میریم برای تاکسی کردن به گیتمون، ببینیم که ATC چه برجی چه گیتی رو بهمون میده. یک مقدار دوباره بارندگی داره شروع میشه. خوبه که اینه لندینگ بارندگی قطع بود. ما فرکانس گرام رو تنظیم میکنیم و درخواست تاکسی تو گیت. پارکینگ هم هست ولی من درخواست تاکسی تو گیت رو میدم چون مسافرها میتونن از جت وی خارج بشن که خیلی بهتره. فلاپس رو برمیگردونیم، موتور رو از نورمال و آنتی آیس هم خاموش میکنیم، موتور 1-2 باله ها و شیشه جلو. خب ببینید که مسیر تاکسی هم بهمون گفت. ATC پایم ATC رو اکنالش کردیم و ما زودتر شروع میکنیم APU رو روشن میکنیم برای اینکه مقدار کارمون زودتر انجام بشه. بارندگی هم هست. میشه گفت بچا سطح زمین وقتی که AC هواپیما کار میفته و رطوبت مقدار زیاد هست ممکنه واسه اینکه مسافران یک مقدار آب و هوای مرطوب رو داخل کابین بیشتر احساس کنن، یه مقدار ناخوشاینده. برای همین من سعی میکنم تا اونجایی که میشه زودتر این کار رو انجام بدم. نمیدونم این چرا الان اینجا جلوی ما وایستاده، این بار عجیب غریبه. گیت 125 فرودگاه مهرآباد چه گفت. ایرلاین های دیگر هم میبینید سمت چپمون که داخل گیت هستن. از جایی که داریم وارد گیت میشیم فکر میکنم ترمینال 2 میشه اگه اشتباه نکنم، یه ترمینال 2 یه ترمینال 3 فرودگاه مهرآباد میشه این سمت از فرودگاه. خب موتور بالت آیدل. خب ما درخواست اتصال جت وی رو میدیم تا اونجایی که میشه سریعتر جت وی متصل بشه و آماده بشه برای خروج مسافرها. خب پارکینگ بریک رو فعال میکنیم، موتور شماره 2 خاموش، موتور شماره 1 خاموش. منتظر میشیم تا جت وی متصل بشه. خب دوستان ما ای پی رو از قبل روشن کرده بودیم که به سرعت کارمون افزایش داده ولی موتور رو خاموشن و مستر کاشن هم برای باز شدن دره، مشکلی نیستش. خب اکسترنال پاور رو فعال میکنیم و ای پی رو هم خاموش میکنیم، نیازی دیگه بهش نداریم. خب میبینید که موتور هم کاملا خاموش شدن و هوا هم همچنان بارندگی بسیار شدید. خب دوستان امیدوارم که لذت برده باشید و اگه سوالی چیزی بود داخل کامنت رو برام بنویسید، حتما میخونم و جواب میدم. اگر که پیشنهادی چیزی هم داشتید میتونید تو دیسکورد برام بنذارید یا تو کامنت ها. حتما لایک ویدیو فراموش نشه، خیلی به من انرژی میده و حتما کانال رو هم دنبال کنید چون کلی از ایرلاینر های جدید میخوام واسهتون ویدیو بذارم که عدسشون ندید. دوستتون دارم، میبینمتون تا ویدیوهای بعد. خدا نگهدار.